شیفته لباسم، عاشق خرید و مجری برنامه‌های مد در بی بی سی. چه بخوایم چه نخوایم، صنعت مد داره خیلی سریع حرکت میکنه. الان خیلی عادی شده که مصرف کننده توقع داشته باشه که آخرین طرحی رو که روی کتواک‌ها میبینه به زودی بخره و بپوشه. بعضی از تولید کنندگان مد سری در طول یک سال حدود 52 مجموعه به بازار عرضه می کنند. یعنی هر هفته با طرح‌های تازه مردم رو جذب می کنند. و این برندهای بزرگ هستند که با تولید سری این ذوق رو تشویق می کنند. اما فرهنگ مصرف‌گرایی به خصوص تو کشورهای غربی تأثیرات مخربی روی سیاره ما داشته. پارچه‌های معمولی آلودگی زیادی ایجاد می‌کنن. برای تولیدشون به آب فراوون و مقدار زیادی خاک حاصلخیز احتیاج داریم. در ضمن چون از سموم و کود شیمیایی استفاده می‌کنیم، محیط زیست به شدت آلوده میشه. لباسا پس از چند بار استفاده دور انداخته میشن و به میلیون ها لباسایی که در زباله دونی ها انباشته شدن اضافه میشن. از اون لباس های یک سره که با پارچه نرم و کرکیاب بدم میان چون قابل بازیافت نیستن. اما آیا این تنها راه ماست؟ برای پیدا کردن جواب این سوال به سفری طولانی میرم، به دیدن کشاورزان، مبتکران و طراحانی که از تازه ترین تکنیک های سازگار با محیط زیست استفاده می کنند. هدف ما اینه که به کشاورزان کمک کنیم بفهمن چقدر از دانه هایی که کاشتن سبز شده و هر کدوم از این خوشه ها چقدر پنبه داده. این یکی چی؟ از چی ساخته شده؟ این از پوست ماهیه. این از آناناس درست شده. این یکی هم کاملا بازیافتیه. از پوست سیب درست شده. به دیدن کسانی میرم که دنبال پیدا کردن راههایی برای کم کردن ضایعات در صنعت مد هستند. تولید کنندگان، طراحان، دانشجویان و همینطور خریداران کم کم دارن متوجه عواقب تصمیماتشون میشن. مردم دارن تغییر میکنن. فقط پارسال نزدیک به 3 تریلیون دلار صرف صنعت مد شده. و برای خرید کردن آخرین لباس‌های مد روز کجا بهتر از مرکز شهر لندن؟ مد پایدار یا مد سازگار با محیط زیست نظر خیلی‌ها رو در صنعت مد جلب کرده. از جمله یافتن راه حل‌های پایدار برای کم کردن تأثیرات منفی کارهای ما بر روی زمین. برای اولین بار میتونیم با چشمای خودمون ببینیم که انسان داره طبیعت رو تغییر میده. شرایط زندگی در روی زمین داره به خاطر استفاده نادرست از منابع طبیعی تجدید ناپذیر تغییر میکنه. تبلیغات به خصوص در غرب طوری روی حواس ما تأثیر میذارن که تشنه چیزای تازه هستیم و هممون بیش از حد نیاز لباس داریم. بیشتر خریداران لباس رو پس از یک بار پوشیدن دور میندازن. بعضی شیفته تازه ترین طرح‌های ارائه شده در کتواک‌ها میشن. طرح‌هایی که خیلی سریع و ارزون از فروشگاه‌های معروف مرکز شهر و اینترنت سر در میارن. هفته مد لندن فرصتیه تا طراحان طرحاشون رو به نمایش بذارن. مدیران برنامه از این فرصت استفاده میکنن برای معرفی مد پایدار. بخیر، من کارولین راش هستم، مدیر بخش اجرایی شورای مد بریتانیا.
از طرف شورای مد بریتانیا ورود شما رو به 66مین هفته مد لندن خوش آمد میگم. چطور مطابق مد روز بپوشیم اما کمتر لباس نو بخریم؟ خواسته های مصرف کنندگان صنعت ما رو دچار دوگانگی کرده. چالش امروز پیدا کردن راهیه که بتونیم در حین یافتن راه حل های پایدار و کاهش تأثیرات منفی منابع تازه‌ای پیدا کنیم که بتونیم مثل گذشته خوش لباس باشیم. وقتی به آینده فکر میکنیم متوجه میشیم که تنها راه توجه به نسل جوان و مجهز کردنش به ابزار و فرصت هایی که بتونه صنعتی پایدار و پایه‌ریزی کنه. به عنوان مهمون ویژه به من اجازه دادن تا پشت صحنه رو ببینم. اینجا فهمیدم که خیلی از تولید کنندگان کوچیک در صنعت مد پایدار پیشتازند. بعضی طراحان از ما میخوان تا تنها لباسای با کیفیت رو بخریم، اگرچه گرونتر هستند. سبک کار چیه؟ لباسای دستسوز دخترونه که یه چیزایی هم از لباسای پسرونه داره. سیدی ویلیامز یکی از طراحاییه که نظر همه رو به خودش جلب کرده و همین باعث معروفیتش شده. او یکی از طرفدارای استفاده دوباره از ضایعات و در لباسای تازه از خرده پارچه ها استفاده میکنه. برای اینکه طرحات با مد پایدار سازگار باشن چی کار میکنی؟ تیکه هایی که روی لباس میبینین از خورده پارچه های اضافی درست شده. به جایی که بندازیمشون دور، ازشون یه چیز تزیینی ساختیم و اونا رو توی لباس دیگه به کار بردیم. و یا اینکه پارچه ها رو رنگ میکنیم و فصل بعد دوباره ازشون استفاده میکنیم. فکر میکنی مد پایدار بیشتر برای پولداراست؟ نه، اصلا به نظر من انتخابا زیادن و هر کس به نسبت بودجش میتونه انتخاب کنه. شو ادیلین لی داره شروع میشه. رفتم پشت صحنه. محشره. مانکنا دارن آماده میشن. دوست دارم زودتر ببینمشون. طرحاش با اینکه خیلی سادن ولی شیک و زنونن. هفته مد لندن با شعار مد پایدار شروع شد، اما بیشتر خریدارای لباسای مد روز به دنبال لباسای ارزونن. واقعاً چطور میشه هم حواسمون به محیط زیست باشه هم از مد روز پیروی کنیم؟ به نظر بعضی از خوشپوشان صنعت مد این کار شدنیه. موقع خرید لباس به حفاظت از محیط زیستم فکر میکنم. آره، حتما لباسی رو انتخاب میکنم که بتونم چند بار بپوشم و ازش بارها استفاده کنم. اینطوری صرفه‌جویی میکنم. منم همینطور. به نظر من بازیافت خیلی مهمه. پس با تغییر مد لباسا رو عوض می‌کنی، لباسا رو نگه می‌داری و با مد تازه ست می‌کنی، درسته؟ مد دوباره برمیگرده. به خصوص مد مده، درسته. پس یه مد مدام تکرار میشه. ممکنه طرحی که الان مد شده 2 سال دیگه دوباره برگرده. دوباره مد میشه. میتونی به خط اصلی هفته مد لندن زنگ بزنی و صبر کنی تا یه نفر بهت جواب بده. به نظر من خیلی خوشگل شده. روز بعد از شو به خانه و محل کار طراح لباس رفتم. خسته است اما راضی. برای آماده کردن این مجموعه خیلی زحمت کشیدیم. ولی بالاخره موفق شدیم. بعد از انجام کارهای بعد از شو تمام شب پارتی گرفتیم. برای همین الان هممون یکم داغونیم. اینا شبیه گلهای سبودی هست. ادیلین میگه به سختی تلاش میکنه تا تولیداتش کمتر به محیط زیست ضرر برسونه. به نظر من کاری که میتونیم بکنیم اینه که به بینندگانمون در مورد ارزش کیفیت خوب و همینطور اهمیت خرید از طراحان آموزش بدیم. کاری که با خلاقیت به وجود اومده و ارزشمنده چیزی نیست که امروز برای یه مهمونی بخریم و فردا بندازیمش دور. در ضمن لازم نیست صدها دست لباس توی کمد داشته باشین. چند تا لباس درست حسابی کافیه.
در حال حاضر تولید لباس سازگار با محیط زیست برای طراحا دشواره، مخصوصا این که اونها لباسای کمی تولید میکنن. آیا استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست برای شما مهمه؟ بله، در گذشته چند بار سعی کردم این کار رو انجام بدم. کار سختیه چون چرخه مد خیلی سریع حرکت میکنه. علاوه بر این ما باید کارامون رو در زمان مشخص و با نهایت سرعت آماده کنیم. این صنعت برای افرادی مثل من که مجموعه های کوچیک تولید میکنن آماده نیست. میتونین راحت 1000 متر پارچه نخی برای تیشرت بخرین، ولی نمیتونین راحت 10 متر پارچه زیبا و خاص تهیه کنین. هنوز خیلی پیچیده است. این صنعت هنوز خیلی عقبه. میخوام ببینم لباسای ما چطور درست میشن و اصلاً فرایند تولید لباس چگونه است. پس از لندن به مزرعه میرم. سرآغاز تولید لباس. آمریکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان پنبه جهانه. دانه پنبه برای اولین بار در ابتدای قرن 17 به آمریکا آورده و کشت شد. حالا بیش از 400 سال بعد صنعت پنبه آمریکا بیش از 3 میلیارد دلار ارزش داره. مواد اولیه پرطرفدارترین نخ طبیعی دنیا پنبه است. بیش از نیمی از این محصول صرف تهیه لباس میشه. اما کشت پنبه آب زیادی مصرف میکنه و به دلیل نیاز به کودهای شیمیایی و سموم محیط زیست رو آلوده میکنه. برای دیدن چگونگی کشت پنبه سفرم رو در ماه ژانویه آغاز کردم. توقفگاه اول میسیسیپی سرد و برفی بود. بعضی وقتا محصول خیلی خوبه ولی گردباد میاد یا بارون زیاد میشه، خلاصه فاجعه به بار میاد. کولی بیلی از نسل سوم خانواده ایه که در این مزرعه کار میکنه. او میخواد فعالیتش برای کره زمین، فرزندان و تجارتش سودمند باشه. به نظر من شرایط امروز من بهتر از زمانیه که پدر بزرگم کارشو شروع کرده بود. به نظرم زمان پدرم از زمانی که پدرش کارشو شروع کرد بهتر بود. مطمئنم که 10 سال دیگه وقتی پسرم مالک اینجا خواهد شد، شرایطش نسبت به امروز بهتر خواهد بود. بنابراین نسل چهارم و نسل ششم هم میتونن در همین مزرعه کشت کنن. روش‌های تازه تولید به کشاورزان کمک می‌کنه با آب و کود شیمیایی کمتر محصولی بهتر برداشت کنند. به نظر من سازگاری با محیط زیست همینجا، یعنی از مزرعه و با کار من شروع میشه. من سعی می‌کنم کارهایی انجام بدم که به محیط زیست کمک کنه و باهاش سازگار باشه. این یعنی کولی میتونه با تولید محصول بهتر سود بیشتری دریافت کنه. ظرف 15 سال گذشته استفاده از روش‌های پایدار خیلی موفقیت آمیز بوده. میتونم بگم با 4 کارمند مزرعه رو خیلی خوب اداره میکنم. روش‌های تازه کمک کردن محصولمون از همیشه بهتر بشه. دیگه لازم نیست شخصا از تمام زمین بازدید کنیم. از سوخت کمتری استفاده میکنیم و در نتیجه کربن کمتری تولید میکنیم. هر روز بیشتر در مورد روش‌های سازگار با طبیعت یاد میگیریم. او به خودش افتخار میکنه که تونسته در کنار حفظ محیط زیست محصولی با کیفیت عرضه کنه. کاری که از دست من برمیاد اینه که محصولی تولید کنم که مشتری با خیال راحت بخره و بدون محصولش در محیطی مسئول و سالم رشد کرده. تمام این منطقه کشتزارهای پنبه است. هرچه مزارع حاصل خیزتر باشند، مردم رفاه بیشتری دارند. در آن سوی مرز بین دو ایالت در بلک اوک 300 نفر زندگی می کنند.
بیشتر ساکنین این منطقه در کارخانه پنبه پاک‌کنی مشغول به کارند. در مرحله اول ماشین پنبه پاک‌کن دونه های پنبه را از الیاف جدا می‌کنه. از کشاورزا برای استفاده از سموم شیمیایی انتقاد میشه، اما به نظر اونها این سموم برای از بین بردن علف‌های هرز مقاوم لازمند. به خاطر وجود علف‌های هرز مقاوم امکان کشت پنبه ارگانیک برای کشاورزان ما وجود نداره. ما علف‌های هرز بسیار مقاومی داریم. مهمترینشون تاج خروس وحشیه که مزارع جنوبو گرفته. بنابراین مجبوریم از علفکش و دانه‌هایی که نسبت به علفکش‌ها مقاوم باشن استفاده کنیم. البته تو مجبور نباشیم استفاده نمی‌کنیم، چون کشاورز تا مجبور نباشه پولشو صرف سمپاشی نمی‌کنه. تقریباً 20 کشاورز مالک این کارخونه پنبه پاک‌کنی‌اند و ده‌ها سال برای بهره‌وری بیشتر کارخونه تلاش می‌کنند. شریل کشاورزا رو تشویق کرده که در بزرگترین برنامه کشت پنبه سازگار با محیط زیست دنیا مشارکت کنند. هدف پروژه پیشگامان پنبه بهتر اینه که شرایط کشت پنبه برای تولید کننده و محیطی که پنبه توش رشد میکنه بهتر بشه. این شرکت فعالیتش رو در سال 2010 در کشورهای تولید کننده پنبه مثل چین، پاکستان و هند شروع کرد. از اون موقع تا امروز 24 کشور عضو این پروژه شدن. در فصل کشت از 10% مزارع بازدید میکنیم و عملکردشون رو مورد بررسی قرار میدیم. سال گذشته 14% پنبه دنیا توسط شرکت پیشگامان پنبه بهتر تولید شد. هدف کمک به محیط زیست با بالا بردن حس مسئولیت کشاورزا و شرکت هاست. الان شرکت ها در قبال نحوه تولید مواد اولیه هم مسئولند. اگه در منطقه دورافتاده‌ای در بنگلادش اتفاقی بیفته، قانونا نمیتونن بگن اون فقط پیمانکاره و ما کنترلی روش نداریم، چون ارزش محصولشون رو پایین میاره. همینطور هم برای کشاورزا. اگه اتفاق پیشبینی نشده‌ای در مزرعه بیفته و روی پروسه تولید و پخش محصول تأثیر بذاره یا محصولشون کیفیتش رو از دست بده، خودشون مسئول هستن. تکنیک‌های تازه و پیشرفته به زودی به کشاورزا کمک می‌کنند تا اونا بتونن بیش از گذشته کشت پربارتر و سازگارتر با محیط زیست داشته باشن. محرکس حالا توی دوربین لبخند بزن. مهندس بابی ویک با بهره گرفتن از تکنولوژی پهپاد به کشاورزان کمک میکنه از مشکلات نواحی مختلف مزرعه آگاه بشند. دوربین پهپاد با اندازه گیری بخش سبزرنگ میزان محصول رو مشخص میکنه. نقاط قرمز و سفید بخشایی هستند که محصول بار کافی ندارند یا اصلا رشد نکردند. کشاورزا مایلن از فناوری جدید کمک بگیرن؟ البته به خصوص در ابتدای فصل کشت، چون میتونیم بهشون کمک کنیم بفهمن چه مقدار از دونه‌هایی که کاشتن سبز شده. در مورد بعضی از محصولات میتونیم تک تک گیاهانو بشمریم و بفهمیم چند گیاه در زمین سبز شده. وقتی کشاورز مطلع میشه میتونیم بفهمیم چقدر کود شیمیایی احتیاج داره یا اینکه کدوم قسمتو باید هدف قرار بده. شاید هم لازم باشه از علفکش یا سم دیگه ای استفاده کنه. اینطوری میتونن بهتر مزرعه رو مدیریت کنن و بهره بیشتری ببرن. در نهایت سود محصولی که درو میکنن خیلی بیشتر از اون چیزیه که صرف کاشت و نگهداریش کردن. حرف نداره. بخش زیادی از محصول پنبه آمریکا به این کشور صادر میشه. ترکیه یکی از بزرگترین وارد کنندگان پنبه خام ایالات متحده. صنعت مد در ترکیه بیش از 17 میلیارد دلار پوشاک به بزرگترین مغازه ها صادر میکنه. اومدم اینجا که ببینم تولید کننده های پوشاک چطور پارچه و لباس هایی تولید میکنن که با محیط زیست سازگار باشه.
به اینجا اومدم تا مراحل بعد از برداشت مواد خامی چون پنبه رو ببینم. بعضی از محصولات وارد مرحله رنگرزی میشند. عده‌ای از تولید کننده ها ادعا می کنند که استفاده از رنگای طبیعی در حجم زیاد غیر ممکنه. پس به ناچار از رنگای شیمیایی استفاده می کنند که با صرفه تر، درخشان تر و قابل اعتماد تر هستند. اما رنگای شیمیایی به آب زیادی نیاز دارند و به شدت محیط زیست رو آلوده می کنند. در راه بورسا هستم، شهری در جنوب استانبول. میخوام ببینم چطوری بعضی از شرکت‌ها موفق شدن تأثیرات منفی رنگرزی و صدمه به طبیعت رو کم کنن. ما مدام در تلاشیم که راه‌هایی برای کاهش زمان رنگ‌آمیزی پیدا کنیم. تمام ماشین‌های رنگ‌رزی ما از طریق سیستم کنترل مرکزی برنامه‌ریزی میشن. با استفاده از این سیستم میتونیم همون بار اول رنگ‌ها رو تنظیم کنیم. اینطوری انرژی کمتری به هدر میره و از حداقل مواد شیمیایی استفاده میشه. شهر بورسا شهری شناخته شده در صنعت پارچه بافیه. خیلی از تولید کننده ها ادعا می کنند که مدت ها پیش از گسترش موج مد پایدار در جستجوی راهکارهای سالمتر بودند. ما سعی می کنیم مصرف آب و کاهش بدیم و تا حد ممکن مراحل رنگرزی و با آب بازیافت شده در کارخانه انجام بدیم و از آب تازه استفاده نکنیم تا ضایعات کارخانه کاهش پیدا کنه. نخای رنگ شده در مرحله بعد با دستگاه‌های بافندگی به پارچه تبدیل می‌شوند. برای این شرکت خانوادگی تعهدش به محیط زیست خیلی مهمه. حتی اگه سود این شرکت رو کمتر کنه. به هر حال حرف آخر رو مشتری می‌زنه که می‌تونه انتخاب کنه جنسی بخره که با محیط زیست سازگار باشه. باران کیهان مدیریت کارخونه‌ای به اسم سکتش رو به عهده داره. نزدیک به 50 سال از زمانی که این کارخونه تولید پارچه‌های نخی رو آغاز کرد می‌گذره. امروز بیشتر مارک‌های معروف و پرفروش در سراسر اروپا مشتری این کارخونه‌اند. نخای پرپیچ و خم پس از گذر از مراحل گوناگون زیر نظر متخصصان به پارچه های پرنقش و نگار تبدیل میشند. تک تک پارچه های تولید شده، یعنی هر متر از هر پارچه‌ای که تولید میشه اینجا بررسی میشه. هر چقدر هم که ماشین‌آلات پیشرفته باشن، بازم جای انسانو نمیگیرن. چشم انسان بهتر از هر ماشینی متوجه مشکلات میشه. میگه اینجا بین گره‌ها یه اشکال هست. با این میتونیم ببینیم. اگه همون جایی که نشونت میده نگاه کنی شاید بتونی ببینی. وای، آره خیلی ریزه. آره. وقتی چشما تعلیم دیده باشن فوراً متوجه میشی. ما نمیتونیم، این افراد متخصصن که میتونن از چند متری این گره ها رو ببینن. بعد هم با انبرهای مخصوص درستش میکنن، درست مثل روز اولش. این شوبد بازیه، ناپدید شد. آره عالیه. با توجه به قیمت کم لباسا، فروشگاه‌های مد سری برای رسیدن به سود تعداد لباس بیشتری عرضه می‌کنند. اخلاق و سود همیشه همراه نیستند. به هر حال فروشگاه‌های مد سری می‌تونن با صدها تولید کننده کار کنن. بنابراین نمیدونم چطور ممکنه بتونن همه ی تولید کننده ها رو کنترل کنن. به عنوان یه تولید کننده کوچیک، وقتی قیمت ها بالا میره، تلاش میکنی شرکت تو حفظ کنی. پس مجبوری منابع ارزونتری پیدا کنی و همیشه نمیتونی سراغ عرضه کننده های محصولات پایدار بری. به گفته باران، ظرف 10 سال گذشته این کارخونه موفق شده مصرف آب رو به 1/3 و مصرف انرژی رو به 1/4 کاهش بده.
هر گونه صرفه‌جویی به حفظ منابع طبیعی و پایین نگه داشتن قیمت ها کمک میکنه. غیر از قیمت باید به تأثیر انتخاب ما و پیروی از مد بر سیاره زمین فکر کنیم. در بخش بعدی سفرم شاهد تحولاتی در یکی از اصلی ترین مراکز مد دنیا میشم. در نیویورک انقلاب کوچیکی در حال شکل گیریه. بعضی شرکت‌ها در تلاشن تا نگاه خریدارای لباس رو تغییر بدن. تارا سین جیمز، طراح معروف، پیشگام این انقلابه. الان در مرحله‌ای هستیم که می‌بینیم بعضی تولید کنندگان 12 مجموعه در سال عرضه می‌کنن، یعنی ماهی یکی. ولی اگه تولید کنندگان مد سری رو نگاه کنین، می‌بینین که بعضی‌هاشون در سال 52 مجموعه به فروش می‌ذارن، یعنی هر هفته یه چیز تازه تو مغازه‌شون دارن و اینطوری مردم رو جذب می‌کنن. من می‌خوام برعکس این کارو انجام بدم و لباس‌های رو عرضه کنم که خوب دوخته شدن، عمر می‌کنن و همیشه مدن. کاری که قبلا هم انجام می دادیم. تا همین اواخر بیشتر مردم به داشتن تنها چند دست لباس با کیفیت اکتفا می کردن. لباسایی که هر سال پوشیده می شد. یه پالتو برای زمستون، یه دست لباس مهمونی و یه کت و شلوار برای کار. نگرش مصرف کنندگان 40 سال پیش خیلی با آدمای الان متفاوت بود. مردم چیزهایی می‌خریدن که بتونن مدت طولانی ازش استفاده کنن. کیفیت لباس‌ها هم همینطور بود. اگر به فروشگاه‌های لباس قدیمی سر بزنین، لباس‌هایی می‌بینین که مال دهه 70 یا 80 اند، ولی هنوز به همون زیبایی هستن. اما لباس‌های صنعت مد سری که در مغازه‌های دست دوم فروشی پیدا میشن، خیلی زود از بین میرن. اینطوری طراحی و تولید میشن تا مصرف کننده مجبور بشه بره یه چیز تازه بخره. سالانه بیش از 15 میلیون تن پارچه استفاده شده در ایالات متحده دور انداخته میشن. این رقم ظرف 20 سال اخیر دو برابر شده. مراکز دفع زباله دارن غرق پوشاک میشن. میتونین تصور کنین چه تأثیر مخربی روی محیط زیست و دنیا داره. به نظر تارا خریدارا آگاه‌تر شدن و مایلن انتخابای بهتری داشته باشن. من نسبت به آینده خوشبینم. فکر می‌کنم نسل تازه دوست داره پولی که خرج می‌کنه صرف حمایت از تولیدکننده‌ای بشه که به فعالیتش علاقه داره. دوست داره بدونه چیزی که می‌خره چطوری تولید شده. با تفکر بیشتری خرید می‌کنه تا تصمیمات بهتری بگیره. سارا ساکن نیویورک لباس کالایی با ارزشه و باید با دقت حفظ و نگهداری بشه. یکی از چیزهای مورد علاقه‌ام این کتای بوتجق است که من به عنوان مانتو یا کت خونه یا کت بیرون میپوشم. من ترجیح میدم اینو با عنوان مانتو بپوشم، این استایلو و این رنگو، تا اینکه برم مثلا مانتوی تنگ بپوشم یا یه بلوز مثلا مال مد خارجی باشه که مثلا به عنوان مانتو استفاده بکنم. او لباساشو از جمعه بازار تهران تهیه میکنه و با استفاده از لباسای دست دوم لباسای تازه به سبک خاص خودش درست میکنه، درست برعکس مد سری. اینم از جمعه بازار تهران گرفتم، پیرن ترکمنه
کار دستم هست. اگه مثلا دامنش رو ببری بالا زیرش رو نگاه کنی تمام کوکای چیز داره، کوکای دستی و این چیزا داره. اینم برای من این لباسا همه راجع به ایرونه. بعد یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که بعضیش مال آدمای دیگه بودن که بهم دادن و آدمایی که بهم دادن همینطوری ننداختن به. دلیلی که بهم دادن دلیل خاصی بوده. اینا رو که گرفتم قرار سالیان واسم بمونه، یادم میفته کی رفتم، با مامانم رفتم، کجا رفتم، چرا گرفتم. پس از مشاهده بازیافت در ابعاد کوچیک، نوبت به بازیافت در ابعاد بزرگ میرسه. پس به بریتانیا برمیگردم. بتلی در یورکشایر بریتانیا از قرن 19 تا امروز در زمینه بازیافت پارچه‌های پشمی، لباس و پارچه‌های کهنه و تبدیل اونها به پتوهای نو و موکت فعالیت میکنه. اومدم به بزرگترین مرکز بازیافت لباس در بریتانیا که زیر نظر یک مؤسسه خیریه است. این مؤسسه حد اکثر استفاده رو از این لباس ها میکنه تا هیچ کدوم از اونا تبدیل به زباله نشن. به طور کلی متوسط عمر یک لباس در بریتانیا حدود 2.2 ساله. اگر تنها 9 ماه به عمر لباس افزوده بشه، از تأثیر منفی اون به طبیعت به مقدار چشمگیری کاسته میشه. لورین نیدهم رید برای سازمان خیریه آکسفام کار میکنه. مأموریت لورین تشویق ما به بازیافته. من به افرادی که کار جداسازی رو انجام میدن یاد دادم که مارکای معروف، لباسای مد روز و اینجور چیزا رو جدا کنن تا بتونیم اونا رو در فروشگاه‌های آنلاین آکسفام بفروشیم. خب با لباسای خراب یا لباسای بیکیفیت چی کار میکنید؟ بعضی از لباسای بیکیفیت تیکه تیکه میشن و بعد باهاشون مثلا توی تشک رو پر میکنن، ولی خب بهتره بگم در واقع دوباره تبدیل به پارچه میشن و ازشون لایه درست میکنن. لورین و همکاراش سعی دارن تا حد ممکن از تمام مواد استفاده کنن، اما ماده خاصی در برابر تلاشای اونا مقاومت کرده. از پارچه‌های نرم و کرکی لباس بچه بیشتر از همه بدم میاد، چون هیچ کاری نمیشه باهاشون کرد. بعضی پارچه‌ها هم از نوع خاصی از پلی‌استر درست میشن، اونا هم غیر قابل بازیافتن. دارن برای پیدا کردن فرمولی که پارچه‌ها رو به مواد شیمیایی اولیه سازندهشون تبدیل کنه تلاش میکنن، اما هنوز دارن روش کار میکنن و به نتیجه نرسیدن. این فرایند نه تنها به حفظ محیط زیست بلکه به سازمان‌های خیریه هم کمک می‌کنه. درآمد ما از این کار سالی 1 میلیون پونده که مبلغ قابل توجهی در زمینه مبارزه با فقر و بدبختی محسوب میشه که این هدف اصلی ماست. اگه سودآور نبود این کارو نمی‌کردیم، ولی اینطوری با یه تیر دو نشون می‌زنیم. هم محیط زیست رو تمیز می‌کنیم و هم 1 میلیون پوند به صندوق آکسفام اضافه می‌کنیم. لورین فکر میکنه به تازگی فروشگاه‌ها و مصرف کننده ها متوجه اهمیت مسئله بازیافت لباس شدند. تعداد آدمایی که به مسئله سازگاری با محیط زیست توجه میکنن بیشتر شده؟ فکر میکنم خیلی پیشرفت کردیم. با قاطعیت میتونم بگم که تعداد زیادی از اعضای انجمن نساجی علاقه‌مندن راه‌های متفاوتی برای تولید لباس پیدا کنن. فروشندگان معتبر مرکز لندن در جستجوی مد پایدار هستند. به نظر من الان در مرحله‌ای هستیم که عموم مردم کم کم دارن متوجه میشن و ظرف چند سال آینده شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای خواهیم بود. دیدن این حجم از لباس‌های ناخواسته و دور انداخته شده که روی هم انباشته شده منو بهت زده کرد. فقط اینجا نیست، همه جا همین وضعه. کافیه به حجم بالای مواد دور انداخته شده در یک سال فکر کنیم. اینجا
در مدرسه مدل لندن، طراحای جوان روش‌های استفاده صحیح از منابع محدود زمین رو یاد می‌گیرن. ایده طراحی بر اساس سازگاری با طبیعت مربوط به قبل از اینه که ماده اولیه در دست شما قرار بگیره. باید به چیزایی که مهمتر از ایده طراحی فکر کنید. مواد اولیه از کجا اومدن؟ چطور تولید شدن؟ پروفسور دیلیز ویلیامز اصول مد سازگار با طبیعت رو به طراحان آینده آموزش میده. امروز ارزش لباس برای ما از گذشته کمتر شده. بیشتر لباس‌ها یه مدت کوتاه پوشیده و بعد دور انداخته میشن. پس امروز ارزش یک طراح خوب به پیدا کردن راه‌هایی که بتونه ارزش لباس رو افزایش بده. هدف او تربیت دانشجوهایی که بتونن صنعت مد رو از درون تغییر بدن. ایده طراحی بر اساس سازگاری با طبیعت مربوط به قبل از اینه که ماده اولیه در دست شما قرار بگیره. باید به چیزایی که به عقیده دیلیز مد صریح پدیده اشتباهه. او سعی داره تفکر دانشجوها و مصرف کننده ها رو درباره لباس تغییر بده. به نظر شما مد صریح ذاتاً با محیط زیست در تضاده؟ به نظر من فلسفه مد صریح از ریشه غلطه. حقیقت اینه که مد نمیتونه صریح باشه. چه از الیاف طبیعی و کشتزارها به دست بیاد، چه از سوختهای فسیلی فرقی نمیکنه. تولید هر نوع ماده اولیه زمان بسیار زیادی میبره. صدها و بلکه هزاران سال طول میکشه تا سوختهای فسیلی یا نفتی که از زمین استخراج میکنیم ساخته بشه. پس مد صریح فقط شامل یک قسمت مد میشه. در واقع وقتی میگیم صریح منظورمون اینه که فقط یک قسمت از این پروسه بسیار طولانی تسریع شده. اونم زمان استفاده محصوله. مردم یه چیز رو میخرن بعدم سریع میندازنش دور. پس مد نمیتونه سریع باشه. این طرز فکر که ما میتونیم از یه چیزی فقط برای یک مدت کوتاه لذت ببریم کاملا غلطه. چالش تازه دانشجوها طراحی مجموعه زنونه با استفاده از لباسای دست دومه. مواد اولیه پروژه از مجموعه لباس‌های ناخواسته فروشگاه‌های H&M که برای پروژه بازیافت در نظر گرفته شده. این لباسی که الان اینجا می‌بینید شما، این چند تا جامپر و بلیز مختلف بوده که اینا همه به هم دیگه دوخته شده و یک کار جدید رام شده باشه، درست شده. سورنا غفاری یکی از برندگان این رقابت بود. و چیزی که باعث موفقیت این طراح جوان شد خلاقیتش بود. به عنوان طراح تو میخوای به ایده های جدید فکر بکنی و فکرهای بزرگ بکنی، رنگای زیادی بیاری و تو محدودی به خاطر اینکه این ایده ها و سستینبلیتی این اجازه رو به تو نمیده که تو از همه رنگ و پارچه و تکسچر استفاده بکنی، محدودت میکنه. ولی در این حالم تو یاد میگیری که چجوری راه حل براش پیدا بکنی و اون خیلی مهمه برای من به عنوان یک طراح لباس که راه حلی پیدا بکنم که به تمام این مسائل توجه بکنم. این مجموعه در شعبه های فروشگاه H&M در سراسر لندن به نمایش گذاشته شد. در واقع با درست کردن این کلکسیون من فهمیدم که خیلی وقتا مخصوصا این موضوع تو ایران به نظر میاد وجود داشته باشه که بعد از اینکه لباسامونو استفاده میکنیم واقعا نمیدونیم که باهاش چیکار بکنیم. یکی از مسئولیت‌های من به عنوان طراح اینه که آگاه باشم از این و من فکر میکنم که خریدارها هم باید آگاه باشن که با لباساشون چیکار میکنن و خیلی خوب میشه که همیشه فکر بکنن خب این لباسی که امروز به تنشون میکنن از کجا اومده، به کجا میره، چطوری تهیه شده. طراحایی مثل سورنا تشویق میشن تا از مواد اولیه تازه که با علم و فناوری روز به وجود آمدند استفاده کنند و اونها رو بشناسند. اینجا نمایشگاه پارچه های آینده است. بیش از 1000 طراح لباس و نماینده مغازه های پوشاک به اینجا آمدند که از نزدیک این پارچه های شگفت آور و سازگار با محیط زیست رو ببینن و لمس کنند. نینا میتونی بیشتر در مورد این قسمت توضیح بدی؟ اینجا بخش نوآوریه. موادی به نمایش گذاشته شدن که منشأ طبیعی دارن.
مثلا این مال صنعت شرابسازیه. در واقع یکی از فرآورده‌های ثانویه این صنعته. پارچه‌هایی داریم که فتوسنتز می‌کنن، دیوکسید کربن رو می‌گیرن و اکسیژن تولید می‌کنن و با جلبک درست شدن. هر چیزی که در صنعت نساجی دنیای آینده به کار خواهد رفت اینجا می‌بینی. این خیلی پرطرفداره، در واقع قارچه. ببین چه نرمه. آره خیلی نرمه. این قارچه تمام این کارا برای اینه که نشون بدیم مواد گوناگونی در دسترسمونه. البته خیلی نرمه، باید با ماده دیگه ترکیب بشه تا محکم بشه. قارچه؟ آره از قارچ درست شده. یکی از چیزای جالب دیگه پولکای با قابلیت بازگشت به طبیعتی که از نشاسته ذرت ساخته شده. بعد از دو سه بار استفاده تجزیه میشه. لباس هم بعد از تجزیه پولک زندگی تازه‌ای پیدا میکنه. یه جایگزین هم برای چرم داریم که از پوستای به درد نخور سیب درست شده. پارچه‌هایی داریم که از پوست پرتقالای اضافی صنعت خوراک درست شدن. تنوع محصولات خیلی زیاده. قیمت بالا یکی از عوامل دست و پاگیره. عامل دیگه این که بسیاری از محصولات ارائه شده هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیدن. اما خیلی از بازدید کننده ها مواد تازه رو پسندیدند. در بین طراحای حاضر تو نمایشگاه دو طراح جوان فرانسوی هم دیدم. اومدیم جایگزینی برای چرم طبیعی پیدا کنیم مثل چرم سیب و ثابت کنیم که میشه بدون محصولات حیوانی هم محصول چرم تولید کرد، حتی اگه کاملا شبیه چرم واقعی نباشه. امروز پارچه های تازه و جالب توجهی پیدا کردیم که میتونن نیازمون رو برآورده کنن. نیاز ما رو برآورده کنن، آره. بیشتر الیاف و پارچه هایی که امروز استفاده میکنیم، منظورم پارچه های متداوله، محیط زیست رو آلوده میکنن. اونا به آب زیاد، حشره کش و خاک حاصل خیز و کود شیمیایی نیاز دارن. اما بیشتر پارچه هایی که اینجا میبینین آسیب کمتری به محیط زیست وارد میکنن، چون به جای مواد شیمیایی خطرناک با مواد شیمیایی خاصی درست شدن که برای محیط زیست مضر نیست. فکر میکنین خرده فروشا، طراحان یا حتی خریداران از این پارچه‌ها استقبال میکنن؟ البته در نمایشگاه‌های سالانه‌ای که برای صنعت مد برگزار میکنیم هیجانش رو میبینیم و متوجه میشیم که خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. به نظر شما صنعت مد سری داره به سمت استفاده از پارچه‌های سازگار با محیط زیست میره؟ به نظر من نشانه های مثبتی وجود داره. هر سال فروشگاه های بسیار بزرگ و شرکت های بزرگ مد سری از نمایشگاه پارچه های فردا بازدید می کنن. به تدریج بعد از چند سال با هدف پیدا کردن منابع تازه به نمایشگاه خواهند اومد. بنابراین داریم در جهت درست حرکت می کنیم. به عنوان یک علاقه من به مد که نمیخواد به محیط زیست صدمه بزنه، یاد گرفتم که همه ما میتونیم با تغییرات کوچیک اثر بزرگ و مثبتی روی محیط زیست بذاریم. میتونیم از لباسامون بهتر نگهداری کنیم، بیشتر بپوشیمشون و هرچی که نیاز نداریم رو به سازمانهای خیریه ببخشیم. وقتی ایدم رو با افرادی که برای خرید به مرکز شهر اومدن در میون گذاشتم، متوجه شدم که هنوز راه طولانی در پیشه. متاسفانه وقتی که خرید میکنم به محیط زیست فکر نمیکنم. سعی میکنم لباسهای با کیفیت بخرم تا مدت بیشتری ازشون استفاده کنم. اونا رو به فروشگاه‌های خیریه میدم. البته خواهرای کوچیک‌ترم دارم. اگه بخوام میدمشون به اونا. اگه چیزی بخوام یا دختران بهش احتیاج داشته باشن، حتما میخریم. متاسفانه همیشه همینطوریه و به چیزای دیگه فکر نمیکنیم. دختر من خیلی با آگاهی خرید میکنه و دوست داره از مغازه‌های دست دوم یا اونایی که لباسای قدیمی میفروشن خرید کنه. منم آگاه‌تر شدم. نتایج گوناگون و در عین حال امیدبخشن. به نظر من این کار با تک تک ما شروع میشه. هیچ کس نباید برای شروع منتظر دیگری بشه. در ضمن به نظر من نقش ما طراحان خیلی مهمه. مسئولیتمون از همه سنگین تره و در عین حال این فرصت استثنایی رو داریم که تغییر ایجاد کنیم. مردم دارن تغییر میکنن. فرهنگ مصرف گرایی داره عوض میشه.